که در سالگرد قتل محسو امینی که در بازداشت گشت ارشاد و بر اثر ضربه خوردن باتون به سرش رخ داد همه جریان های سیاسی اجتماعی و فرهنگی و نیز بسیاری از روشنفکران روزنامه نگاران، هنرمندان، کارگران، جوانان و زنان خود را برای حضور در تظاهرات و راهپیمایی برای بزرگ داشت یاد وی و نیز حمایت از جنبش زن زندگی آزادی آماده می سازند. حکومت از تمام امکاناتش برای سرکوب جامعه و مقابله با این تظاهرات بهره جست است. بنا به گزارش‌ها جدا از فراخوان‌های متعدد گروه‌های مختلف اجتماعی، برخی از چهره‌های مشهور زندانی هم با اعتساب غذا و انتشار بیانیه خواستار حضور مردم شدند و با این تظاهرات اعلام همبستگی کردند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر که هفت سال است در زندان به سر میبرد و ده سال حکم جدید دارد و اخیرا به خاطر نپوشیدن هجاب تا کنون چندین بار در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته در پیامی که به بیرون داده است گفت کشتار و اعدام جوانان در خیابان و در زندان و بازداشت و شکنجه و حبس زنان و مردان اگرچه ملتی را به اندوه نشانده اما حکومت را با فلاکت، انزجار و تزلزل هراسالودی مواجه کرده و افسود تشدید سرکوب حکومت نه از سر اوج قدرت که از حزیز ذلت است و زنان به عنوان رادیکال ترین نیروی جنبش ستم فشرده شده ی چهل و چهار ساله ی حکومت دینی را با قدرتی چند برابر بر سرش کوبیدند. به در پایان گفته روز 25 شهریور روز ثبت ظلم حکومت استبدادی دینی علیه زنان ایران است این روز در کنار پدر و مادر محسا و دست در دست هم صدای فریاد اعتراض انقلابی باشیم و همه من با هر امکان و نشان در هر صحن و خیابان نمایش اعتراض باشیم همچنین مصطفی تاجزاده، حسین رزاق، سعید مدنی، مهدی محمودیان و محمد نجفی از زندانیان سیاسی در نامه ای از زندان اعلام کردند در اعتراض به تداوم سیاست های سرکوبگرانه ضد ملی و ضد زن جمهوری اسلامی و در همبستگی با خواست و اراده زنان و مردان و نسل جوان در سالگرد کشته شدن محسا امینی روز شنبه 25 شهریور را اعتصاب قضا می کنند و از جنبش مقدس محسا به عنوان شوکی بزرگ برای ارکان نظام سراسر بحران و همه حافظان وضع موجود نام بردند. شاهزاده رضا پهلوی هم چند روز قبل با اعلام فراخان در همبستگی با این جنبش گفت همه با هم باید در خیابانها حضور به هم برسانیم تا بتوانیم ایران بزرگ را از حاکمان قاسب کنونی پس بگیریم شهبانو فراه پهلوی نیز در سالگرد محسا امینی در پیامی گفتند برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب متحد شویم و خواستار حضور مردم برای بزرگ داشته مرگ محسا شدند. در این میان شعار نویسی و پخش تراکت در خیابان ها از جمله در شهرک اکباتان در تهران و چیتگر و برخی شهرها افزایش یافته است و همانطور که نیروهای امنیتی در خیابان ها حضور پرتعدادی دارند و نیز در بسیاری از شهرها دوربین های کنترلی در حال نصب بر سر چهارراه ها می باشد بسیاری از گزارش ها حاکی از این است که بسیاری از مردم برای از سرگیری اعتراضات آماده می شوند. بنرهایی نیز بر روی پلهای آبر پیاده نصب شده است. در سقز در استان کردستان شهر آرامگاه محسا امینی و نیز چند شهر این استان نیز گارد ویژه و امنیتی مستقر شدند هرچند به گزارش مردم این اقدامات نه تنها حراسی ایجاد نکرده بلکه زیر پوست شهر تقیانی آماده بروز است در این میان حکومت در حراس از تظاهرات تعداد زیادی در حدود 290 نفر از فعالین سیاسی و بازداشت شدگان تظاهرات قبلی و نیز خانواده های کشته شدگان را بازداشت کرده است. همچنین فشار بر دانشجویان، حوزه های آموزشی، هنرمندان و 44 خانواده قربانیان اعتراضات نیز از جمله اقداماتی است که با آن حکومت میخواهد از وقوع هر گونه ناآرامی احتمالی در سالگرد کشته شدن محسا امینی در روز 25 شهری بر جلوگیری کند. در این میان کمیته حقیقت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج شنبه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن محسا امینی نسبت به اوج گرفتن سرکوب دختران و زنان و انتقام جویی علیه معترضان و خانواده های قربانیان ابراز نگرانی عمیق کرد و افزود جمهوری اسلامی علاوه بر توسل به قوه قهریه بیرویه و غیر ضروری دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه دادرسی های ناعادلانه و اعدام های فراغذایی آزار و اذیت خانواده های قربانیان را نیز تا به امروز ادامه داده است. جدا از واکنش های سازمان ملل در این مورد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت رژیم نمیتواند مردم ایران را وادار به سکوت کند و آنها را بترساند دنیا نظارهگر شرایط این خانواده ها و ارعاب مداوم روزنامه و سرکوب معترضان مسالمت آمیز است و ما همچنان با دقت هر اقدامی را که مناسب باشد برای پاسخ به آن انجام خواهیم داد حضور مردم و مخالفت با رژیم به نظر می رسد روندی مداوم خواهد داشت. سیستم با بزرگترین بحران خود روبرو شده و روند کنونی با افزایش مخالفت مردم و ناتوانی دولت رئیسی به گونه است که اگر حکومت نتواند به تغییر راهبرد دست بزند قطعا آینده سیاسی نخواهد داشت. چالش مجادله میان ایران و اروپا در زمینه هسته‌ای افزایش یافت. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای گفت با آنکه همچنان به تلاش برای احیای برجام و از سرگیری اجرای کامل آن به طور کامل متعهد است اما بریتانیا و فرانسه و آلمان در نامه ای به او گفتند تحریم های برجامی را در 18 اکتبر لغو نخواهند کرد. این کشورها گفتند که به خاطر عدم پایبندی ایران به برجام از سال 2019 و حل نشدن این مسئله از طریق مکانیزم حل اختلاف برجام اعلام کردند های مربوط به لغو تحریم های بیشتر در روز انتقال برجام در 18 اکتبر سال جاری را بر نخواهند داشت. بورل گفت بر همین مبنا بنا به درخواست این سه کشور اروپایی، او نامه آنها را به دیگر طرف‌های برجام یعنی چین، ایران و روسیه خواهد فرستاد و به عنوان هماهنگ کننده با تمام شرکت کنندگان در برجام درباره مسیر پیش رو مشورت خواهم کرد. سه کشور اروپایی به همراه آمریکا با انتشار بیانیه مشترک گفتند جمهوری اسلامی نمیتواند همچنان از عمل کردن به تعهدات قانونی پادمانی خود کوتاهی کند و به جمهوری اسلامی هشدار دادند و از ایران خواستند بدون تأخیر برای شفافسازی و حل همه مسائل عمده باقی مانده عمل کند و اگر همه مسائل عمده باقی مانده را حل نکند ممکن است قطنامه جدیدی در آینده نزدیک در شورای حکام آژانس علیه آن کشور صادر شود ایران در واکنش گفته به این اقدام غیرقانونی تحریکآمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا فرانسه آلمان و انگلیس درباره برجام و قطنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل به صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود زیل برجام پاسخ خواهد داد وزارت خارجه گفته ما به طرفهای اروپایی نسبت به انجام و اتخاذ اقدامات تنشسا که قطعا مدیریت روابط فیما بین را پیچیده و بر روند همکاری ها از جمله در مذاکرات رفع تحریم ها اثر منفی خواهد گذاشت هشدار می دهیم. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی به آستانه چالشی جدید در برنامه هستهی رو برو می شود که در صورت بازی فریب و خرید زمان روشی که همیشه به آن متصل می شود و با فعال شدن مکانیزم ماشه می تواند با تحریم های گسترده سازمان ملل روبرو شود اروپا انتظار داشت با تعاملاتی که در زمینه فروش نفت برای ایران فراهم شده این کشور روش تعاملی با آژانس بین المللی انرژی اتمی اتخاذ کند ولی به نظر می رسد جمهوری اسلامی همچنان به سیاست فریب و پنهانکاری خود ادامه می دهد. در حالی که نگرانی ها درباره ادامه افزایش تورم همچنان ادامه دارد، برخی کارشناسان و تحلیلگران این افزایش قیمت ها را کاذب و از نوع قیمت سازی می دانند و تاکید دارند که این افزایش قیمت ها به شکلی تصنعی صورت میگیرد و شرایط دشواری را برای بازار و اقتصاد ایجاد کرده است. یکی از کارشناسان اقتصاد با غیرواقعی دانستن افزایش نرخ گاز برای صنایع فولاد، پتروشیمی و صنایع دیگر انرژی بر تاکید دارد که این قیمت ها به نحوی افزایش یافت که این رقم سه برابر میانگین قیمت در خلیج فارس شد. کارشناسان تاکید دارند که در همین دوره قیمت گاز طبیعی سایر صنایع انرژی بر مانند فولاد، آلمینیوم، کاشی و سیمان که از اقلام عمده صادراتی هستند همچنان افزایش یافت که دیگر نه سرمایه گذاری در این صنایع اقتصادی انجام می شود و نه می توان تولید و صادرات مقروم به صرفه ای داشت. بهمن آرمان یکی از کارشناسان اقتصادی که نسبت به انگیزه و هدف این افزایش قیمت ها تردید دارد تاکید دارد که این افزایش قیمت غیر واقعی نه تنها تولید را هدف قرار می دهد بلکه پیامدهای مخربی هم بر قیمت های داخلی دارد و صادرات و سرمایه گذاری را غیر ممکن می کند. به گفته کارشناسان این قیمت ها صنایع فولاد را با خطر فروپاشی مواجه می کند. همچنین به گفته تحلیلگران این روند موجب قدرت یافتن بیشتر جریان ضد توسعه فعال در کشور شده که شرایط اقتصادی را روز به روز آسیب می‌کند. می کند. بهمن آرمان در این خصوص گفته است این جریان ضد توسعه ای که اکنون قدرت بیشتری پیدا کرده به دنبال سرکوب مسیرهای منتهی به تولید است وی از نظام تصمیم گیره های اساسی و حکمرانی کشور خواست تا نسبت به این جریان حساس باشند بنا به اظهارات کارشناسان ایران توسعه یافته مطلوب برخی همسایگان و کشورهای منطقه نیست آن هم در شرایطی که وضعیت توسعه ای کشورهای منطقه در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی بهبود یافته و موجب شده تا ایران در این خصوص دچار عقب‌ماندگی حادی شود این کارشناسان اقتصادی همچنین با تاکید بر اینکه نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود گفته است که بانک مرکزی هم به تدریج در حال رسیدن به این نتیجه است که نرخ ریال در برابر سایر ارزها را به یکدیگر نزدیکتر کند و به چند نرخی بودن ارزها خاتمه دهد به گفته یه وی دلار 4200 تومانی فساد گسترده در کشور به وجود آورده و موجب خروج گسترده ارز از کشور شده است یکی از مشکلات جدی کارشناسان اقتصادی این است که در تحلیل های اقتصادی خود شرایط اجتماعی را نادیده می گیرند و مسائل اقتصادی را تنها با استفاده از پارامترهای اقتصادی تحلیل می کنند در خصوص خروج ارز از کشور کارشناسان اقتصادی به این موضوع توجه ندارند که آنچه که موجب خروج سرمایه از ایران می شود و شده است شرایط نابسامان اقتصادی و ناامنی اجتماعی سیاسی و اقتصادی است نه نرخ پایین ارز هرچه ناامنی اجتماعی و سیاسی در کشور افزایش یابد میزان خروج سرمایه از کشور هم افزایش می‌یابد. ضمن اینکه بخشی از این ارز از کشور خارج نشده بلکه ریال ایران به دلار تبدیل شده که دلیل آن هم ناامنی اقتصادی و ناامنی اجتماعی و سیاسی است و نه پایین بودن نرخ ارز آرمان در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که نرخ تورم در ایران بالاست تاکید دارد که در شرایطی که نرخ تورم حدود 50 درصد برآورد می شود نمی توان انتظار داشت قیمت ارز یا بنزین و یا حامل های انرژی همچنان ثابت بماند به تاکید دارد که نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها متناسب با نرخ تورم باید اصلاح شود بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر ضرورت افزایش قیمت ها مانند افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت بنزین تاکید دارند اما به این موضوع توجه ندارند که همین افزایش قیمت ها بیش از آن که بر اقتصاد تاثیر مثبتی داشته باشد موجب افزایش نگرانی مردم و آشفتگی بیشتر جامعه می شود و بحران اقتصادی را تشدید می کند. با توجه به افزایش تورم و نیز افزایش نرخ بهره مسکن که منجر به نوعی رکود اقتصادی و نیز افزایش بیکاری شده است، جاستن ترودو نخست وزیر کانادا با تقاضای بسیاری برای استعفا روبرو شده است. اما وی در این فضا و علیرغم کاهش محبوبیت لیبرال ها و افزایش استقبال از حزب مخالف یعنی محافظه‌کاران در نظر سنجی ها ایده کنارگیری از قدرت را رد کرد. وی در نشست خبری راجب به اینکه قصد استعفا کردن از رهبری لیبرال را دارد گفت کارهای بیشتری در این سمت برای انجام دادن دارد. ترودو تاکید کرد انتخابات بعدی دو سال دیگر برگزار می شود و من همچنان به کارم ادامه می دهم. کارهای مهم زیادی برای انجام دادن وجود دارد که در این دوران سخت باید برای کانادایی ها انجام شود. من مشتاق به انجام این اقدام هستم. ترودو حزب لیبرال را در انتخابات فدرال سال 2015 به پیروزی رساند و قدرت را پس از یک دهه قدرت حزب محافظه کار پس گرفت اما اکنون به خاطر ایجاد احساس ناامیدی گسترده از جمله ناتوانی در مهار تبرم سنگین و جلوگیری از افزایش تأمین هزینه سرپناه با کاهش حمایت مردم مواجه شده است در حالی که گفته می شود بیش از 20 هزار نفر در سیل شهر دارنه لیبی کشته شدند، به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس نجاتی یافتگان از سیل مرگبار این شهر در شرق لیبی که فاجعه بارترین حادثه طبیعی است که این کشور به خود دیده و هزاران قربانی زخمی و آواره به جای گذاشته آن را بدترین مصیبت می خانند. نجات یافتگان از طوفان یا سیل به سختی تلاش می کنند تا به نزدیکان خود برسند. فضل الله یکی از شهروندان بر این باور است که 13 عضو خانواده وی جان خود را از دست دادند و هنوز از 20 عضو دیگر خانواده خبری به او نرسیده و نمیداند که چند روز بعد از فروپاشی 200 و راه افتادن سیل مرگبار چه بر سر آنها آمده است سیلی که چندین منطقه را به طور کامل از بین برد و برخی را به دریا ریخت نجات یافتگان از این فاجعه که در تاریخ لیبی بی سابقه است میگویند منظره وحشتناکی از اجساد متراکم دیدند که مسئولان شهر قادر به شمارش آنها نیستند طوفان و سیل های مرگبار چندین شهر را در شرق لیبی در نبردید اما شهر ساحلی دارنه با آن خانه های سفید و نقل هایش بیشترین آسیب را دید ساکنان شهر میگویند تنها هشدار و اشاره برای این ویرانی انفجار 200 بود اما هیچ گونه سیستم هشدار دهنده یا طرحی برای تخلیه شهر وجود نداشته است تیم های امداد ساختمان های مسکونی را جستجو می کنند تا اجساد یا نجات یافتگان را پیدا کنند و اجسادی که دریا یا را نیز بیرون بکشند امدادگران میگویند اجساد در همه جا هستند داخل خانه ها در خیابان ها و در دریا زیرا هر جا میروی اجساد مردان و زنان و کودکان را میبینی در این بین سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرد که تا روز چهارشنبه سیل باعث آواره شدن دست کم سی هزار نفر شد و بسیاری از آنها به مناطقی فرار کردند که کمتر در معرض طوفان هستند در این میان دولت وحدت ملی لیبی اعلام کرد که تیمهای امدادرسانی در شهر دارنه در شرق این کشور 510 نفر را از زیر آوار نجات دادند وی با اشاره بر اینکه تا کنون هزاران نفر مفقود هستند تصریح کرد عملیات جستجوی مفقودین در مناطق سیل زده همچنان ادامه دارد براساس آخرین آمار وزارت کشور دولت مأمور تشکیل کابینه وابسته به مجلس نمایندگان لیبی شمار قربانیان طوفان دانیل تنها در شهر دارنه به 5300 نفر افزایش یافته و هزاران نفر دیگر همچنان مفقود هستند در حالی که آمار کلی نزدیک به 20000 نفر بالغ می شود با آنکه پولهای زیادی از کشور لیبی در کشورهای اروپایی و آمریکایی توقیف شده هنوز کمک امدادی مهمی برای مقابله با این فاجعه در این کشور ارسال نشده است به نظر میرسد غیبت وزیر دفاع چین از انزار خبرساز شده است به گزارش رویترز رام امانوئل سفیر ایالات متحده در ژاپن امروز جمعه در پستی در شبکه های اجتماعی در مورد اینکه لی شانگ فو وزیر دفاع چین در حبس خانگی قرار گرفته ابراز تردید کرد و سوال کرد و بر ابهام در مورد غیبت بیش از دو هفته ای, و ای افسود. وی افسود به گفت لی شانگ فو وزیر دفاع سه هفته است که دیده نشده یا خبری از او نشده است و برای سفر خود به ویتنام حضور نداشت و اکنون قایب است او پرسید بعد از ملاقات برنامه ریزی شده با رئیس نیروی دریایی سنگاپور در حبس خانگی قرار دارد رویترز روز پنجشنبه به طور ساری گزارش داد که لی 65 ساله هفته گذشته به طور ناگهانی از نشست با رهبران دفاعی ویتنام کناره گیری کرده است او آخرین بار در 29 اوت در پکن در حال ارائه یک سخنرانی مهم در یک مجمع امنیتی با کشورهای آفریقایی دیده شد امروز جامعه سه مقام آمریکایی و دو نفری که در جریان اطلاعاتی قرار گرفتند گزارش دادند که دولت ایالات متحده معتقد است که لی تحت بازجویی قرار گرفته است قیبت لی به دنبال جایگزینی غیرقابل توضیح وزیر امور خارجه چین کینگ کانگ در ماه ژوئیه پس از یک دوره طولانی غیبت و همچنین تغییر رهبری نیروهای نخبه موشکی ارتش آزادی بخش خلق در ماه های اخیر است گفتنی برخی رسانه ها خبر دادند که وزیر دفاع چین به خاطر موضوعی ناشناخته تحت بازجویی قرار گرفته است شبکه خبری سی در گزارشی می نویسد جنرال مایک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا روز چهارشنبه در مصاحبه با این شبکه گفته است که او هرگز در دوران ترامپ توصیه به حمله نظامی به ایران را نکرده و ادعاهای مطرح شده از سوی دانالد ترامپ رئیس جمهور سابق در این باره صحت ندارد مایک میلی گفته است من می توانم به شما اطمینان دهم کتاب تا به حال یک بار هم پیشنهاد حمله به ایران را ندادم جنرال ملی که در پایان ماه می به عنوان افسر ارشد نظامی امریکا بازنشسته می شود در 16 ماه پایانی دوران ریاست جمهوری ترامپ رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا بود به نوشته ی سی این, این اون در برخی از مهمترین وقایع ریاست جمهوری ترامپ از جمله واکنش به اعتراضات سیاه‌پوستان در سال 2020 و اقداماتی که پس از ششم ژانویه در سال 2021 انجام شد نقش بزرگی داشت به نوشته سی ترامپ در ژوئیه سال 2021 در اقامتگاه خود در نیوجرسی در نوار صوتی در حال صحبت با کسانی بود که زندگی نامه او را می نوشتند مدعی شد که مایک میلی از او درخواست حمله به کشور ایران را کرده است مایک میلی اما به سی میگوید نمیدانم ترامپ از چه سندی صحبت میکند او گفته من نمیدانم سندی که آنها در مورد آن صحبت کرده هند. هرگز آن را ندیدم و هیچ کس چیزی در مورد آن با من در میان نگذاشته است بنابراین من واقعا هنوز نمیتوانم در مورد آن اظهار نظر بکنم اما میتوانم به شما اطمینان بدهم که حمله نظامی به ایران یک اقدام بسیار بسیار جدی است ما قابلیت داریم برنامه هایی داریم که خیلی غیر نیست برای اظهار نظر در مورد آن اما من قصد ندارم بیش از این پیش بروم و در مورد هیچ یک از جزئیات صحبت کنم سینن می در یک کیفرخواست جایگزین علیه در ماه ژوئیه تیم باز پرس ویژه مدعی شد که ترامپ عمدن یک سند فوق محرمانه را حفظ کرده که در مورد فعالیت های نظامی یک کشور خارجی است. می میگوید منظور از آن کشور خارجی ایران بوده است. در جلسه ژوئیه سال 2021 ترامپ با کسانی که زندگی نامه او را می نوشتند مدت کوتاهی صحبت کرده و این موضوع را مطرح کرده است. میدوز نویسنده کتابی در مورد دونالد ترامپ در بخشی از کتاب خود مدعی می شود که دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوریش گفته بود که جنرال مایک میلی یک بار از او خواسته بود که به ایران حمله کند اما ترامپ این کار را نکرده است. میدوز می, می رئیس جمهور گزارش چهار صفحه ای را به یاد می آورد که توسط خود مایک میلی تایپ شده بود این شامل طرح خود ژنرال برای حمله به ایران با استقرار تعداد زیادی نیرو بود کاری که او بیش از یک بار از رئیس جمهور ترامپ در دوران ریاست جمهوریش خواسته بود تا انجام بدهد پرزیدنت ترامپ به گفته میدوز اما این درخواست ها را رد کرده بود